با درودی نوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز پنجشنبه 11 اردیبهشت است و ساعتم 1:30 است و خرسند از این که میتونیم در خدمت شما باشیم و از آقای دکتر مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای دعوت کردیم. ایشون هم مهر کردن، پذیرفتن یه بار دیگه در خدمت این بزرگوار باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و تشکر کنم از همه مهرش به میهن و اینکه پذیرفتن که یه بار دیگه در خدمتشون باشیم. آقا سلام میکنم به شما. منم سلام دارم خدمت شما و همینطور خدمت هموطنان عزیز هر جای دنیا که هستن به این برنامه رو تماشا میکنیم. ممنون. ما دوره همون مشکل رو داریم و صدای شما یه قدری ضعیفه. اگه اون دفعه کاری کردین قوی شد، اگه میشه اون کار تکرار کنید تا من مقدمه رو ارزم به حضور شما که خب دوستان همه در جریان ماجراها هستن، در حالی که مملکت شیرازه اقتصادش به هم پاشیده و اینها همه پولی رو که به دست میارن صرف بیگانگان میکنن و میبرن خارج از کشور و بعضا اون بخشی هم که در داخله میکنن توی بخش نظامی و نظامیگری، در حالی که نیازهای اساسی جامعه روی زمینه اینا اصلا توجهی به این ماجرا نداره. برای افتادن دوره و درخواست 5 میلیارد پول کردن، از اون طرف 5 میلیارد پول گم کردن. من نمیدونم گم کردن چه معنی میده، اونم هنوز نفهمیدیم، در حالی که این گفتش که ما 1 دلار هم گم نمیشه. تو حکومت این بابا هم دکل نفتی و اون بزرگی گم شد و هم پولهای فراوان. این ماجرای موشک پر کردن اینها به هوا که اعلام کردن که موشک فرستادیم و زوق کردن و شوق که بله ما چها کردن که نه انجام شده، مقامات مطلع دانشمنده گفتن آقا این یه وبکمه معلق در هواست، هیچ خاصیتی هم نداره، حتی مثل دوربین هم نمیتونه درست عمل کنه، دقیق نگاه بکنه، برای اینکه معلقه بدم چی داره برای خودش میچرخه رو هوا. و در پی اون ماجرای تحریم تسلیحاتی پیش اومده، آمریکا سخت به دنبال این ماجراست. میخوام از آقای مصطفوی که دنبال کردن این مسائل رو از ابتدا، از نادر کسانی است که به راستی از نادر کسانی است که این موضوع رو هم خودشون در این زمینه هسته‌ای درس خوندن، فیزیک هسته‌ای هم درس میدن، هم مطالعه کردن و همین که پیگیر این مسئله بوده از روز اول. هر ورقی که از سوی مقامات بیرون اومده منتشر شده، آقای مصطفوی اون ورقا رو خونده، به عکس خیلی ها که نخونده ملا هستن و تو همه این مسائل حرف میزنن. آقای مهران مصطفوی در طی این سالها نشون داده که به موضوعی رو که راجبش حرف میزنه اشراف داره، اطلاع داره، دقیق حرف میزنه. بنابراین ازش خواهش میکنم که خودشون برامون بگن که این ماجرا چیه و به کدام سمت داره میره، ایران به کدام سمت داره میره. آقای مصطفی خوشحال میشیم بشنویم فرمایش شما رو. بفرم. خواهش میکنم لطف کردید در مقدمتون من اجازه بدید که قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو در مورد مسائل هسته‌ای بدم و چند مسئله مهم در این 1-2 هفته پیش اومده، چون روز کارگر نزدیک هست و وضعیتی که هم میهنان ما خصوصا کارگران در ایران
به سر میبرند بسیار بسیار وضعیت بدی است از نظر. ببخشید آقای مصطفی، رای نداره این میکروفون رو درست کنه. من یادم دفعه پیش شما این رو یه کاری کردین درست شد صدا واقعا، چون این صدا خیلی نوسان داره، خیلی بم میشه، کم میشه، زیاد میشه. دفعه پیش درست کردین این مشکل، فکر کنم الان درست شد، نمیدونم هر کاری کردی. من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، امیدوارم که صدا بهتر باشه. بفهم بفهم. خدمتون عرض کنم که ما نزدیک روز کارگر هستیم و کارگران ایران در وضعیت بسیار بدی زندگی میکنن و با توجه به معضل کرونا در کشور وضعیت اونها از بد هم بدتر شده و میلیون ها نفر بیکار هستند، امکان ندارن حداقل های اولیه زندگی خودشون رو تامین کنن. من یک بحثی رو تماشا میکردم در یکی از این تلویزیون ها، فردی بود داخل ایران، البته مخالف آقای روحانی، و ایراد میگرفت با آقای روحانی که چرا اسکناس چاپ نمیکنید و در اختیار جامعه بگذارید تا این مسئله بحران کرونا رو پشت سر بگذارونید. در ایران واقعا عجیبه که کسانی که راجع به مسئله اقتصاد صحبت میکنن اصلا مثل این که نباید به خاطر بیارن که بخش مهمی از مخارجی که در ایران دولت جمهوری اسلامی انجام میده مخارجی است برای نگه داشتن ایدئولوژی ولایت فقیه و استبداد حاکم، که ایران اصلا نیازی به اونها نداره. یعنی به جای چاپ اسکناس اگر این ساختار عوض بشه، میشود به بعضی از نیازهای جامعه پاسخ بدن حتی در این وضعیت. اما نه، عده‌ای صحبت از چاپ اسکناس میکنن، عده‌ای هم میگن باید این وضعیت، یک عده قربانی میشن و میگذرن. و این مسئله موشکی که مطرح کردید یکی از جنبه های این خرج هایی است که رژیم جمهوری اسلامی میکنه که واقعا نیاز جامعه ایران نیست، نیاز جامعه ملی هم نیست و ما نه برای امنیتمون بهش احتیاج داریم نه برای پیشرفت اقتصادی بهش احتیاج داریم. و مسئله هسته‌ای هم از همین نمونه است. ما نه برای اقتصادمون بهش احتیاج داریم نه برای پیشرفت‌های علمی نیازی به غنی‌سازی و کارهای دیگه‌ای که هولوش این می‌کنن ما احتیاج بهش داشته باشیم. و همه این تلاش هایی که در این رژیم در این زمینه ها صورت میگیره در سمت و سوی حفظ حاکمیت خودش، حفظ قدرت خودش هست و نه جنبه اقتصادی داره، نه جنبه اجتماعی داره، نه جنبه علمی داره. خب مسلما در یک کشوری که میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار خرج بشه درش برای برنامه‌های موشکی که در آغاز کره شمالی به ایران کمک کرد، به هر حال بعد از مدت‌ها میتونن اینها الان موفق شدن که موشک رو به مدار بفرستن که در اونجا ساتلیت بگذاره. اولین بار هم نیست، چندین بار این کار رو کردن، البته در دو سال اخیر شکست‌های پشت سر هم داشتن و بالاخره در هفته پیش، حدود 7-8 روز پیش، موفق شدن یک ساتلیتی که میگن نظامی هست به فضا بفرستن. بله این ساتلیت رفته به فضا، مرکز اختر، فیزیک اختر دانشگاه هاروارد این رو تایید کرده و ایران تونسته یک به اصطلاح خودش میگه برای مشاهده فعالیت‌های نظامی این رو فرستاده که همینطور که گفتید یک دستگاه‌های دوربین‌هایی هستند که اینها کاربردی ندارن، برای اینکه ساخت موشک یه چیزه، شما میتونید اون رو بسازید، توانایی هم درش داشته باشید،
ولی ساتلیتی که میفرستید اونجا باید توانایی های لازم رو برای مشاهده فعالیت ها در زمین داشته باشه. اینها الان موفق شدن غربی ها و روس ها و چینی ها ساتلیت هایی بفرستن که بتونن با دقت بسیار مشاهده بکنند فعالیت ها رو. و این دوربینی که اینها فرستادن طبق اطلاعاتی که فعلا ما داریم اصولا اصلا چنین دقتی رو نداره. یک نمایش است که ما یک همچین ساتلیتی رو فرستادیم. در قسمت موشکش البته مهمه، برای که نشون میده که این توانایی رو دیگه ایران کسب کرده که بتونه چنین موشک‌هایی رو بفرسته، ولی خب این ساتلیت به دردی نخواهد خورد، نه در زمینه علمی نه در زمینه نظامی. خب رژیمی است که الان حدود 15 ساله داره در این زمینه فعالیت میکنه که موشک‌های مختلف بسازه و اینها رو به آسمان بفرسته با خرج‌های زیاد. واقعاً این چه نیاز جامعه ایران رو پاسخ میده این کار؟ به غیر از این است که ولی فقیه میخواد به اصطلاح خودش اقتدارش رو نشون بده و بگه من یک نیروی قوی هستم و باید با من به اصطلاح معامله کنید، حساب کنید، کتاب بکنید. هدف دیگه ای نداره به غیر از این. هدفشون این است که به غربی ها بفهمونن ما توانایی هایی داریم، قدرت داریم و باید بیاید و با ما مذاکره بکنید. خب این در زمینه این موشک. اما ما این بحثی که میخواییم امشب بکنیم بیشتر مربوط به برجام هستش، برنامه جامع اقدام مشترک که بین ایران بود و کشورهای غربی و روسیه و چین، که البته این از این برنامه آقای ترامپ بیرون اومد 2 سال پیش و خودش رو بیرون کشید. طبق این برنامه که بعداً به صورت قطعنامه سازمان ملل هم در اومد، قطعنامه 2231 ببخشید، ایران بعد از 5 سال اجازه داره که تجارت اسلحه داشته باشه، اسلحه‌های متعارف یعنی غیر هسته‌ای، و در این قطعنامه آمده. حالا این در چه وضعیتی قرار میده؟ این رو ما می‌خوایم بحث بکنیم. این کار در ماه اکتبر یا مهر ماه آینده صورت میگیره طبق قطعنامه. حالا آیا این کار انجام میگیرد؟ آقای پومپئو گفته به هیچ وجه اجازه نمیده که این کار صورت بپذیره. مفهوم این قطعنامه چیه؟ مفهوم این قطعنامه این استش که ایران میتواند یا اسلحه متعارف وارد کنه یا صادر کنه. از هم اکنون 2 راه حل رو مطرح کردن و یک نامه آمریکایی‌ها نوشتن به فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها، که البته اینها هر سه در برجام باقی موندن و برای اینکه اونها رو به مواضع خودشون نزدیک کنن. حالا چاره راه اون غربی‌ها چیه؟ آقای پومپئو میگه که یا ما دوباره برمیگردیم به برجام و در این صورت میتوانیم مکانیسم ماشه رو راه بندازیم. مکانیسم ماشه چیست؟ مکانیسم ماشه این استش که اگر مشاهده بشه که ایران و فقط هم به ایران ربط داره، به بقیهش ربط نداره، بلکه بقیه هیچ تکلیفی در برجام نپذیرفتن، فقط ایرانه که تکلیف پذیرفت. اگر ایران تعهدات خودش رو انجام نده، چنان که الان انجام نمیده با گام هایی که برداشته، مکانیسم ماشه این استش که یک هیئت تشکیل میشه، راجع به این مسئله صحبت میکنن و کافیست یک کشور این رو مدعی بشه و اگر اون یک کشور این رو مدعی بشه، به طور اوتوماتیک قطعنامه‌های قبل از برجام سازمان ملل برمی‌گرده.
و یکی از اون قطعنامه ها مربوط هستش به تجارت اسلحه برای اسلحه نظام. خب آیا آمریکا حاضر میشه چنین کاری را بکنه؟ واقعا از دید من گمان نمی کنم که آقای ترامپ بعد از اینکه برجام رو بدترین توافق تاریخ خوند دوباره بازگرده به برجام. پس این راه حل امکان پذیر نیست از این طریق. راه حل دومی که دربارش گفتگو میکنن این استش که قطعنامه جدیدی تهیه بشه خارج از برجام و این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بره و اونجا سعی بکنن که روسیه و چین این قطعنامه رو وتو نکنن، رأی هم ندن ولی وتو هم نکنن و بتونن طبق این قطعنامه جدید تحریم‌های نظامی رو تمدید کنن. و الان با انگلیس‌ها و با فرانسوی‌ها در این باره صحبت. راه سوم این استش که چون آمریکا اومده بیرون از برجام، خود فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی ها که هنوز در برجام هستند مکانیسم ماشه رو اونها به راه بیندازن و باعث بشن که دوباره قطعنامه های قبلی سازمان ملل برگردن. مکانیسم ماشه هم این نیستش که دوباره مسئله بره در سازمان ملل مطرح بشه، بلکه به طور اتوماتیک بدون اینکه رأی گیری جدیدی صورت بگیره که بتونه یک کشوری اون رو وتو بکنه، به طور اتوماتیک اون قطعنامه های قبلی باز میگرده که از جمله تحریم اسلحه است برای ایران. خب پس این سه پیشنهاد است. پیشنهاد اول رو که گفتیم آمریکا احتمال اینکه بازگرده به برجام بسیار کمه. احتمال دوم این که فرانسوی ها و انگلیسی ها و آلمانی ها مکانیسم برجام رو به راه بیاندازند هم کمه، برای اینکه این سه کشور مدعی هستند که راه حل دیگری از نظر دیپلماسی وجود ندارد مگر در کادر خود همین برجام، و اتفاقا در سر همین مورد به امریکایی ها ایراد میگیرند که شما خود از برجام رفتید بیرون، اگر در برجام باقی مونده بودید مثلا میتونستید از این مکانیسم ماشه استفاده بکنید. خب و معتقد هستند که طرح دیگه‌ای در مقابل مسئله هستی ایران فعلا ندارن و باید در کادر همین برجام فعلا عمل بکنن تا یک گفتگوهای صورت بگیره و یک برجام به اصطلاح دوی در آینده راه بیفته که نیاز دارن بر این کار روس‌ها و چینی‌ها رو با خود همراه. حالا مسئله این که آیا قطعنامه جدید، پس این هم امکانش کم هستش اروپایی این کار رو بکنن. اگر قطعنامه جدیدی صورت بگیرد و بره سازمان شورای امنیت سازمان ملل، آیا این امر امکان داره که روس‌ها و چینی‌ها رو وتو بکنن یا نه؟ پاسخ دادن به این سوال هنوز خیلی ساده نیست، ولی احتمال اینکه روس‌ها و چینی‌ها وتو بکنن چنین قطعنامه‌ای رو بسیار بالاست، برای اینکه اولا تنها فروشندگان سلاح به ایران در شرایط فعلی روس‌ها هستند و چینی‌ها هم میتوانند باشند، ولی فعلا روس‌ها هست. اروپایی‌ها پاسخشون به آمریکایی‌ها این استش که ما برای چی می‌خوایم تحریم بکنیم؟ به اصطلاح واردات و صادرات سلاح. اگر مسئله صادرات سلاح هستش، چه در مورد مسئله یمن و چه در مورد حزب الله یا در مسئله لبنان، دو قطعنامه جدای دیگه سازمان ملل هست که اونها رو کنترل میکنه.
پس ایران نمیتواند اگر هم صادرات و واردات سلاح آزاد بشه بتواند به طور قانونی به یمنی ها و یا به حزب الله لبنان کمک بکنه. غیر قانونی چنان که الان هم میکنه میتونه بکنه، ولی قانونا این کار رو نمیتواند، برای اینکه دو قطعنامه دیگه هر کدوم یکیش برای لبنان هستش یکیش برای یمن هستش، این کار رو نمیتونه صورت بده. پس ما نباید نگرانی از صادرات اسلحه از سوی ایران داشته باشیم. اونچه که مربوط به واردات اسلحه میشه، باز هم اروپایی ها میگوین که در شرایط فعلی به دو علت ما نباید نگران این باشیم که واردات سلاح به ایران برای غرب مشکل ایجاد کنه. چرا؟ اول اینکه ایران امکانات مالی برای واردات سلاح رو نداره، برای که امکانات مالی بالا میخواد. ثانیاً نه روس‌ها و نه چینی‌ها در صدد نیستند و مایل نیستند که اسلحه‌های پیشرفته رو به ایران تحویل بدن. به عنوان مثال برای دادن SS-300 حدود 10 سال طول کشید تا روس‌ها به ایران تحویل بدن و الان چندین سال هستش که ایران تقاضای SS-400 رو کرده ولی اون هم به ایران تحویل ندادند و روس‌ها هیچ تمایلی نشون نمیدن که این گونه سلاح‌ها رو به ایران بفروشن. و در مورد چین هم همینطور. چین با توجه به اینکه رابطه اصلیش و طرف اصلیش آمریکاست در زمینه اقتصادی، حاضر نمیشه که بیاد به ایران سلاح‌های مهمی رو بده و با آمریکا برای خودش مسئله ایجاد. حالا این مسئله اهمیتش چیست؟ اهمیتش این است که از برداشته شدن منع خرید و فروش سلاح با ایران از اکتبر ماه هست. اکتبر ماه چیست؟ اکتبر ماه درست 3 هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. میدونیم که انتخابات ریاست جمهوری برای آقای ترامپ اهمیت اولیه است در این سال و براش مهم هستش که چه راه حلی رو پیش ببره در مورد ایران، برای اینکه در اون انتخابات بتونه دست بالا رو داشته باشه. و بالاخره اینکه اروپایی ها حاضر نیستن از برجام در این موقعیت بیان بیرون، برای اینکه از دید اونها 9 ماه بیشتر به کمتر از 9 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمونده و میگن که ما از اون جایی که نمیدونیم آینده آمریکا در دست چه کسی خواهد بود، آیا در دست آقای ترامپ خواهد بود یا در دست شخصی دیگری، هر گونه خارج شدن از برجام کاریست خطا و با ضرر. بهتر است این است که این شرایط دشوار رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که ایران برخی از تعهدات خودش رو در برجام عمل نمی کنه بهش، و ولی از اون جایی که تنها خطر ساختن بمب اتمی است و ایران به هیچ وجه فعلا گام های لازم رو برای ساختن بمب بر نداشته، نگرانی نباید داشت. باید با این وضعیت ساخت تا وضعیت امریکا هم مشخص بشه، انتخابات امریکا، تا ببینیم که با این برجام چه باید کرد. خب پس ما الان در یک وضعیتی هستیم که من هم قبلا هم گفته بودم که تغییر بسیار مهمی در این رابطه های بحرانی صورت نمیپذیرد، زیرا این انتخابات امریکا اهمیت داره و مگر اینکه آقای ترامپ
در بخاطر انتخابات دست به یک تدبیری بزنه، تدبیر مثلا صلح‌آمیز با ایران، دوستی با ایران، اینها هم نباید. همیشه من گفتم و بر این اساس هستم که رژیم ایران و رژیم آقای ترامپ با هم، با این که در ظاهر اختلاف ها و تضاد ها و دعواهای فراوان دارن، ولی به همدیگه به اصطلاح نان قرض میدن و این نان قرض دادن ممکن حتی به جایی برسد که به طور علنی بتوانند با همدیگه آشتی کنند، که البته اون هم بستگی به تحولات داخل ایران داره، به نقش آقای خامنه‌ای داره، به زنده ماندن اون داره و به خیلی چیزهای دیگه که در برخی از بحث‌ها با همدیگه صحبت کرد. پس ما در این وضعیت بحرانی ادامه خواهد پیدا کرد. ایران همون سیاست تشدید بحران رو بدون اینکه گام خیلی جدی برداره، یعنی اضافه کردن میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ولیزی 5% ادامه خواهد داد، فعالیت‌های موشکیش رو ادامه خواهد داد و تغییر جدی حاصل نخواهد شد. اون چی که برای اروپایی ها اهمیت داره به عنوان گام جدی و خطرناک ایران، موارد این موارد هستن. یکی این که ایران میزان غنی‌سازی رو به طور جدی ببره بالای 5%، بالای 20%. خب وقتی که این میزان غنی‌سازی رو ببره به بالا، اون زمان دست پیدا کردن به اورانیوم غنی شده 90% لازمه ساختن بمب بسیار کوتاه میشه. الان چیزی تا حدود 4 ماه بیشتر فاصله نیست، ولی ایران طبق گزارش های آژانس فعلا همون زیر 5% رو نگه داشته، ولی به محض اینکه بخواد بره بالای 5%، خصوصا 20%، وضعیت طور دیگه خواهد. ولی در حرف ها، در صحبت ها، سپاه پاسداران، پاسداران قدرت ولایت فقیه، اینها مطرح میکنن که ایران نیاز به اورانیوم غنی شده 90% داره. برای چه کاری؟ نه برای بمب، برای کشتی ها و زیر دریایی های هسته‌ای که با سوخت هسته‌ای عمل میکنن. میدونید که بسیاری از این کشورهای غربی مثل فرانسه که من هستم، زیر دریایی های هسته‌ای دارن که سوختشون با راکتورهای هسته‌ای کوچک تأمین میشه که 90% غنی شده. و برای این کشتی هم میشه همچین چیزی رو پیش بینی کرد. ولی شما اصلا ایران که زیر دریایی به مفهوم جدیش رو نداره، کشتیش رو نداره، فعلا اصلا از کشتی چوبی هم نمیتونه استفاده بکنه به خاطر تحریم ها، نیازی به این کار نداره. چرا سپاه پاسداران این رو مطرح میکنه؟ میخواد زمینه ذهنی در این دعوای لفظی که با امریکا داره تشدید کنه بحران رو، و میگه که ما اگر نیازمونم باشه بخوایم این کشتی ها رو بسازیم، اورانیوم 90% غنی شده هم باید تهیه بکنیم تا پاسخ این نیازهامون رو بده. خب این وضعیتی است که به برجام مربوط میشه و به مسائل دیگه. حالا در جانب این یک اتفاق دیگه افتاد. مهم هست که هموطنان عزیز، وقتی که من صحبت کردم از قشر زحمت کش ایران، واقعا کسانی که آسیب پذیر هستن و در شرایط سختی زندگی میکنن، ببینن که اینها چه خرجهایی به عنوان این که دفاع میخوان بکنن از اقتدار ایران انجام میدن، ولی این خرجها همه باد هوا هستن. نمونه دیگرش نیروگاه، تنها نیروگاه هسته‌ای ایران، نیروگاه بوشهر برای تولید برق هستش. شما آمار تولید برق این نیروگاه رو در نظر بگیرید. من این رو از سال 2011 که این نیروگاه رو به راه انداختن پیگیری کردم.
میزان برقی که این نیروگاه تولید میکنه 50% توانایی این نیروگاه هستش. با توجه به اینکه ملحوظ کردم زمانی که نیاز هست برای تعمیرات و عوض کردن سوخت اونها رو در نظر گرفتم، با در نظر گرفتن اونها این نیروگاه به طور متوسط در عرض این 9 سالی که داره کار میکنه 50% تواناییش عمل میکنه. چرا 50%؟ مفهومش چیه؟ مفهومش این استش که برقی که تولید میکنه 2 برابر برق که باید تولید میکرده هستش، برای که نیروگاه ها خرج اصلیشون ساختنشون نیروگاه مثل نیروگاه گازی نیست یا نیروگاه نفتی نیستش که سوختشون خرج بالایی داشته باشه. سوخت اینها 30 میلیون 40 میلیون دلار در سال بیشتر خرج نده، ولی ساختن نیروگاه، نگه داشتن نیروگاه، اینها همه خرج بالایی داره. خب یک نیروگاهی ساختن که این نیروگاه توانش کم هستش 50% در فرانسه این نیروگاه ها 100% توانشون کار میکنن. البته 100% با گفتم ملحوظ کردن زمان لازم برای تعمیرات که میشه 90%، یعنی کل زمان رو در نظر بگیرین حدود 90% زمانشون کار میکنن. ولی آیا تا حالا رژیم جمهوری اسلامی اومده از این افتخار صحبت بکنه چرا این نیروگاه 50% توانش کار میکنه؟ من حتی یک بار از دهان یک نفر در این مورد چیزی نشنیدم. البته یک بار خود مسئول نیروگاه مصاحبه ای کرد و گفت که خرج این نیروگاه بالاست و به صرفه نیست. خب حالا اگر خرجش بالاست و به صرفه نیست، چرا 2 نیروگاه دیگه میخواید در اونجا بسازید؟ در بوشه با همین روزها میخواید بسازید، میگید که 2 سال دیگه دومی رو، 4 سال دیگه سومی رو، ساختمونش رو میخواید شروع بکنید که اینها 10 سال طول میکشه. حالا راجع به غنی سازی و اینها هم که با هم مفصل صحبت کردیم و این غنی سازی که به هیچ کار نمیاد، برای که نیروگاه رو، سوختش رو روزها میدن و هفته پیش روزها 38 تن سوخت نیروگاه بوشهر رو به ایران فروختن. خب چرا در ایران که این همه خرج صنعت غنی سازی شده 1 گرم از این اورانیوم غنی شده در بوشهر استفاده نشده؟ پس باز میبینید که خرج های بسیار بالا. حالا صحبت از اینکه تحریم هایی که به خاطر این سیاست ها روی اقتصاد ایران چه هزینه های بالایی گذاشته نمیخوای میکنه، ولی خرج هایی که برای خود ساختن اون نیروگاه و تعداد افرادی که در آژانس اتمی ایران کار میکنن چند برابر تعدادی که افرادی است که در آژانس اتمی فرانسه کار میکنن. مثلا یک محاسبه های خیلی ساده است که نشون میده که چه بریز بپاشی در این دستگاه اداری نظامی جمهوری اسلامی وجود داره که سپاه پاسداران نگاه. حالا در این قسمت آخر میخوام صحبت‌های آقای صالحی رو که اخیراً مصاحبه کرده و ازش سوال کردن که آقای صالحی شما با اینکه 5 گام برداشتید از تعهدات عقب نشستید، ولی غربی‌ها روشون کم نشده و غربی‌ها حاضر نیستن که بیان تحریم‌ها رو بردارن، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی هم که کاری نمیتونن بکنن یا اصلا نمیخوان بکنن، گام بعدی چیست؟ چیکار میتونید بکنید؟ آقای صالحی میگه که ما 2 راه بیشتر در مقابلمون نداریم، یا باید بریم به دنبال غنی سازی بالاتر، یعنی همون توضیحی که الان دادم، و اگر به دنبال این کار بریم ضررش برای ایران بیشتر هست و کار اشتباهی است. این است که راه حل دوم این است که در همین وضعیت مذاکرات رو ادامه بدیم. خب شما تماشا بکنید با چه این همه خسارت، این همه
وقت تلف کردن، این همه سیاست های بیهوده، و خودتون اعتراف میکنید که این گام هایی که هی عقب نشستید و تعهداتون رو کم کردید، فکر میکردید که غربی ها رو میترسونه و فوری میان با شما معامله میکنن. هیچ همچین اتفاقی هم رخ نداد. بعد در مورد سوخت چی میگه خود همین آقای صالحی در مصاحبهش؟ میگه ما دو تا نیروگاه داریم، یکی نیروگاه بوشهر که اونجا رو برای چندین سال سوختش رو روسا باید بدن. اولا نمیگه برای چندین سال، این چندین سال و چندین سال پیش هم گفته بود چندین سال، یعنی خودش میدونه که تا وقتی که این نیروگاه کار میکنه روسا باید سوختش رو بدن، پس این میگه احتیاجی نداریم برای بوشهر. عملا یک نیروگاه تهران هستش که یک نیروگاه بسیار کوچک تحقیقاتی است که برای سالهای سال ما سوختش رو داریم. خب شما که این چیزها رو میدونید آقای صالحی، در MIT هم درس خوندید شما، چرا عملی این نظام میشید، برای این نظام کار میکنید، توجیه میکنید سیاستهای این نظام، این مقام، این پول، این جا چقدر واقعا ارزش داره که اینطور با میهن بازی بکنید، با کشورتون بازی بکنید، با مردمتون بازی بکنید، خودتون که این اطلاعات رو دارید و میدونید در چه وضعیتی ایران رو قرار دارید. اینها همه نشون میده که سیاست همون سیاست آقای خامنه‌ای است، آقای صالحی تدارکچه در جسه آقای خامنه‌ای است. اینها کشور رو همین در بحران نگه بدارن، وضعیت خودشون رو بتونن محکم بکنن، ولی واقعا چقدر میشه به این سیاست ادامه داد؟ با این قیمت‌های نفتی هم که امروز داریم و قیمت نفت ایران میگن حدود 15 دلار هست و چینی‌ها دائم واردات نفتشون رو از ایران چند برابر کردن، میبینیم که چطور تمام این کشورها ایران رو میدوشن، ازش استفاده میکنن، بهره میبرن، و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که فقط یک نظام عقب مونده فاسد جنایتکاری اونجا باقی بمونه و حاکم باشه. هیچ راه حل دیگه ما نداریم، ما ملت ایران، به غیر از این که خودمون وارد صحنه بشیم، خودمون وضعیت رو تغییر بدیم. هیچ کسی نه از درون این نظام و هیچ قدرتی از خارج از کشور نمیتونه به کمک ما بیاد. اینها همه در بازی قدرت، در این برخوردها یک طوری دنبال منافع خودشون هستن. باید این وضعیت رو تغییر داد، باید پایان داد به این وضعیت، برای اینکه رمق دیگه از کشور نمونه. چقدر میشه شیره یک کشور رو کشید؟ چقدر میشه جونش رو گرفت؟ واقعا دیگه اصلا توانی نمونده در این کشور. چطور کشوری که 7% کل معادن دنیا رو داره و 1% جمعیت دنیا رو داره باید در چنین فقر و بدبختی زندگی بکنه؟ بخش بزرگی از نخبه‌اش باید یا خارج باشن، یا اونایی هم که در داخلن بخوان بیان خارج از کشور، و اونهایی هم که در داخل میمونن مبارزه بکنن باید برن یا اعدام بشن یا زندان برن یا شکنجه بشن یا سکوت کنن. چطور تا کی میشود به این وضعیت ادامه داد؟ وضعیتی که مسئول اولش خود ما مردم ایران هست، تک تک از مهران مصطفوی تا 80 میلیون نفر دیگه ای که ایرانی هستیم و کارت ایرانی داریم مسئول وضعیته. اگر بر ما چنین رژیمی حکومت میکنه، نتیجه کارهای ماست، نتیجه فعالیتهای ماست، نتیجه دید ماست به زندگی. اگر ما خودمون این دید رو تغییر ندیم و راه و رسم دیگه ای رو پیشه نکنیم، اگر خودمون همون رفتارهایی رو داشته باشیم که این رژیم دارد در زندگی روزمره خودمون، این وضعیت ادامه خواهد پیدا، این فقر و بدبختی ادامه خواهد پیدا کرد و میتونه حتی به جاهای خطرناکی برسه که دیگه حتی اون چیزی که این کشور در عرض هزاران سال ساخته شده و این تمدن و این فرهنگ رو داره، اون هم یک پارچگیش رو از دست بده و همه مردم در منطقه به
از این به جون هم افتادن و جنگ کردن و برخورد داشتن بین خودمون هیچ کس به غیر از اونهایی که دنبال تأمین منافعشون هستن سود نمیبرن. برنامه هسته‌ای ایران رو بار دیگر خدمت دانشجویان، استادان عزیز که در ایران فعالیت میکنید عرض میکنم خدمتون که باید این رو به چالش بکشید، حتی از بعد علمی. یعنی کاری اصلا باز میدونم که مشکل در داخل ایران مسئله سیاسی بسیار سخته، ولی انجمن فیزیک در اخیراً یک اعلامیه داد، واقعا من رو خیلی خوشحال کرد. انجمن فیزیک ایران، اینها مسخره کردن دنیا رو، خودشون یعنی مسخره کردن. یه دستگاهی آوردن که این دستگاه ویروس رو نمیدونم از 100 متری ردیابی میکنه. دستگاهی است که قلابی، هیچ پایه و اساسی نداره. اون انگلیسی که این دستگاه رو فروخته خودش در زندان رفته به خاطر همچین تقلبی کرده. حالا اینها میان خجالت هم نمیکشه، فرمانده سپاه، واقعا آدم میبینه چه کسانی فرمانده سپاه، میاد در تلویزیون در چشم دنیا یک همچین دروغ بزرگی که یک چیزی شبیه قابلمه است دستشون گرفتن که و ویروس رو از 100 متری. انجمن فیزیک یک اعلامیه داد، گفت اینها وهم است، اینها دروغه. در مورد مسئله هسته‌ای همچین این گونه اعلامیه ها رو داد، میشه این گونه آگهی ها رو جامعه رسون. جامعه خوشبختانه الان دیگه این شعار دروغین انرژی هسته‌ای حق مسلح ماست دیگه اصلا مطرح نیست، و این به خاطر تلاش همه کسانی بوده که با این سیاست های هسته‌ای دروغین مبارزه کردن. این مسئله هسته‌ای یکی از پاشنه آشیل این کشور هستش، این نظام هستش. این رو باید شکست، باید آگاهی داد به مردم که برای چه غنی سازی، برای چه موشک بازی، اینها هدفمون از این کارها، از این هزینه ها چیست، دنبال چه هستیم. اینها مسائل اساسی است که امیدوارم دانشجویان در دانشگاه ها، استادان دانشگاه، انجمن های مختلف علمی و مهندسی که زیاد هم هستند در داخل ایران، اینها رو به بحث بگذارن. خارج از تمامی جنبه های سیاسیش میتونن به بحث بگذارن، از دید علمی و از دید اقتصادی و از دید و با حساب و کتاب اینها رو با جامعه در بحث های مطرح کنن، در مقالاتی مطرح کنن که این صدا به جامعه برسد و یک وجدان ملی درباره مسئله هسته ایران به وجود بیاد. به این مسئله هسته ای، مسئله ملت ایران نیست، مسئله آقای خامنه‌ای و کارگزاران جمهوری اسلامی است که از این برای سود خودشون، قدرت خودشون، منافع خودشون استفاده میکنن و هزینه ها بر دوش ملتی است که یواش یواش صدای شکستن استخوان‌هاش به گوش می‌رسد. امیدوارم که توضیح‌ها روشن باشه و هموطنان بله. بسیار ممنون و متشکرم از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهرت. نکات بسیار بسیار خوب و دقیقی رو اعلام فرمودید، من ازت ممنونم. اما این وضعیت اقتصاد، من فقط باز دوباره اینو میپرسم که این تا کجا میتونه این وضعیت رو به نظرت ادامه بده و مردم رو در فلا، چون من باور دارم که این کرونا اگر اون لحظه ای که قوس پایین رو بگیره و مردم احساس امنیت کنن، مردم به خیابان خواهند اومد، حقشون رو از اینا خواهند گرفت. مردم ماجرای آبان رو فراموش نکرد، اینا هنوز رفتن که آمار بدن که کیا چجوری کجا کی تقصیرش بوده، کیا نمیدونم پزشکانی باید اعلام کنه، دولت باید اعلام کنه. ماجرای دی رو یادش نرفت، شلیک به هواپیما. الان این پدر پویای بختیاری را افتاده دوره، میخواد یه مجمعی را بندازه، یه حرکتی رو را بندازه. من ایمان دارم به این موضوع که این قوس کرونا به سمت پایین بگیره، مردم میان
توی خیابون. اونم این داستان رو خودش به صراحت گفت، گفت اگه این بهش این کار رو بکنه، این میاد یخه منو میگیره، بهتره 2.5 میلیونش بمیره و این یخه منو نگیره. مردم همه اینا رو شنیدن، آماده. فکر میکنی تا کجا میتونه این بازی رو ادامه بده؟ حالا تا کجاش همینطور که گفتید بستگی به ما داره، ما مردم ایران داره، ولی همینطور که مطرح کردید این به اصطلاح مسئله کرونا جامعه رو یه فلج کرده، یعنی جامعه رو از جامعه ای که انتخابات رو تحریم کرد، جامعه ای که بر سر زدن هوا، جامعه ای که تظاهرات وسیع کرد، انتخابات رو تحریم کرد، بعد زدن هواپیما عکس العمل جدی انجام داد الان، ولی سر همین رو هم به هر حال تا یک حدی میشه تحمل کرد. یعنی ایران الان خودشون میگن 7 میلیون 8 میلیون کاملا زیر خط فقر هستن، یعنی غذای روزونشون ندارن بخورن و این جامعه الان در مقابل یک انتخاب قرار گرفته و اون انتخاب دیگه اصلا انتخاب این هستش که میخوام زنده باشم، دیگه توان تحمل این بدبختی ها و این فجائع نظام رو ندارم. از نظر روانی هم جامعه به شدت به اصطلاح این رژیم رو غیر قابل تحمل میدونه، برای که بر ضد تمامی خواسته هاشه، برای اصلا هیچ همراهی قراری با مردم ایران نداره و اونها فکر میکنن که موقعیتی براشون گیر بیاد و از اون موقعیت استفاده بکنن تا بتونن ادامه بدن، ولی هیچ رژیم دیکتاتوری نمیتونه دراز مدت ادامه بده. ولی مهمترین فاکتور زمانیش با خود ملت ایران هسته، شده نظام هایی که دیکتاتور بودن و طول کشیده حاکم بودن مرده بودن، الان در ایران اصلا نظامی وجود نداره به اون صورت، کسی به کسی نیست، یک سپاه پاسدار هستش که برای به اصطلاح سرکوب و بسیج، ولی کاری صورت نمیگیره، پروژه‌ای وجود نداره، این نظام چیزی نداره به ملت ایران تحویل بده و مردم هم دیگه همینطور که گفتی با این بازی‌های نظامی و هسته‌ای و اینها دیگه گول نمیخورن. امیدوارم به هر حال این عزم تغییر این نظام از طریق خود مردم ایران تقویت بشه در داخل ایران، همراهی ها و همگامی های پایدار به وجود بیاد برای ساختن یک دموکراسی، برای حاکمیت مردم، برای ساختن ایرانی دیگر. بازم تکرار میکنم، من اون لحظه که به هم ازم میپرسیدش که نتیجه انتخابات چه خواهد بود، رئیسی میشه یا این میشه، من گفتم در اصلش تغییری نمیکنه، ما به سمت تاریکی سیاهی داریم با سرعت برق و باد حرکت میکنیم. من هنوزم سر همین حرفم هستم و دارم میبینم که ما به سمت تاریکی سیاهی داریم میریم، نمیبینم آینده خوشی رو و تا زمانی که یک اپوزیسیون معلوم معین در مقابل این نظام نباشه، ما شرایط خوشی رو پیش رو نخواهیم داشت. فکر میکنید چگونه میشه به اون نقطه رسید؟ من پرسشم قایم اینه، چجوری؟ میخوام از زبان شما بشنوم. من فکر میکنم که به هر حال آقای روحانی همون موقع هم که شما گفتید ما گفتیم، ببینید فردی که فامیلیش اسم فامیلش قلابیه، یعنی تقلب کرده، دکتراش قلابیه، زندگی شخصیش درش سیاهی های زیادی وجود داره، خیلی متاسفم که بخشی از جامعه نشنید اون صدایی که میگفتش که
آقای رئیسی با آقای روحانی فرقی نداره. و الان ما میبینیم که هم آقای رئیسی سر کاره، هم آقای روحانی سر کاره. حالا برای اومدن بیرون، ببینید من نظرم این استش که ایران به زنان و مردان با عزم سالم نیاز داره. کسانی که میهنشون رو دوست دارن، وطنشون رو دوست دارن، ملتشون رو دوست دارن، وارد بازی‌های قدرت نشدن، حاضر نشدن به خاطر فعالیتی که میکنن، به خاطر تلاشی که میکنن به جایی وصل بشن، امیدی ببندن مثلا به بخشی از جمهوری اسلامی، امیدی ببندن به آقای ترامپ، امیدی ببندن به آقای مکرون در فرانسه. واقعا تلاش میکنن، میتونن عقاید مختلف داشته باشن، میتونن مارکسیست باشن، میتونن مذهبی باشن، میتونن ملی باشن، میتونن عقاید کاملا مختلف داشته باشن. اصلا دموکراسی یعنی که این عقاید مختلف باشه، ولی آدم های سالمی باشن، آدم های مستقلی باشن، باور داشته باشن به دموکراسی. اینها راهی ندارن به غیر از اینکه با یکدیگر وارد همکاری های پایدار بشن، وارد همبستگی های جدی بشن. ایران به همه نیاز داره، به همه زنان و مردان پاک نیاز داره و من فکر میکنم که چنین چیزی صورت خواهد گرفت. چه کسانی که در داخل ایران هستن، چه کسانی که در خارج ایران هستن، اینها موفق میشن. خب حالا بعضیا فکر میکنن که مثلا یک دولت در تبعید تشکیل بدن مسئله حله. آقای مادورو در به اصطلاح یه دولت در تبعید هم نیست، در داخل کشورشه، تشکیل داده، چندین کشور خارجی هم رو به اصطلاح شناختنش، ولی چیزی زیادی تغییری نکرده اونجا. باید ما کاری بکنیم که مردم فکر قبول بکنن، اعتماد بکنن. مسئله اصلی اعتماد هستش در صحنه سیاسی ایران. زنان و مردانی رو میخواد که مورد اعتماد ملت واقع بشن. متاسفانه کارهای صورت گرفته که این اعتماد بهش خیلی ضربه خورده. خب جمهوری اسلامی که اصولا به اصطلاح اومده بود که معنویت مردم بالا ببره، میبینیم چه بساطی به وجود آورده که اصلا دیگه هیچ سنگ رو سنگ من نیستش. ولی متاسفانه ما اپوزیسیون به این مفهوم که فقط مخالف جمهوری اسلامی هست نیستیم. ما کسانی هستیم که صاحب یک سری مرام هستیم، یک سری باورها هستیم و در این باورها اصل اساسی از دید من حاکمیت مردم هستش، حقوق بشر هستش، استقلال ایران هستش، تمامیت ارضی ایران هستش و یک جمهوریتی که همه مردم با هر دین و با هر رنگ و با هر جنسیتی بتونن یک رأی داشته باشن. یعنی در اونجا دین در مثلا رسمیتی پیدا نکنه. اینها اصول کلیه هستند که به اضافه اینکه افراد پاکی هم باشند با سر این اصول با هم دیگه کار بکنن، جو رو تغییر خواهد داد و به نظر من یک افق روشنی رو در اختیار مردم ایران قرار خواهد داد. در این تلاش باشیم و امیدوارم که من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که میهنش رو دوست داره، مردمش رو دوست داره، میخواد در این راه تلاش بکنه، بتوانم را پیش برم و دست یاران دیگه ای رو در دست بگیریم همه با هم و بتونیم این تغییر رو در ایران ایجاد کنیم. درست. من داشتم نگاه میکردم همین سرتیتر خبرها رو، یادم افتاد که نوشته بود که امروز در حقیقت سالگرد اون حمله به سفارت ایران در لندن بود و ما چه روزهایی رو دیدیم و چه مسائلی. اون چیزی رو که اصلا در تصور هیچ کس نبود این بود که یه روزخون عقب افتادهی که هیچ محلی از اعراب نداشت بیاد یه مرتبه بشه رئیس و رهبر مملکت و رفتار محمد رضا شاه رو برای خودش تکرار بکنه.
کار به جایی برسه که داماد محمد رضا شاه بیاد از اوش دفاع بکنه و سلیمانی رو نمیدونم قهرمان من فلان سرباز وطن به نام وزیر امور خارجه شاه نمیدونم سفیر ایران در آمریکا. این ماجرا رو چجوری دیدی آقای مصطفی؟ خدمتتون عرض کنم که هر کسی ممکنه یک حرفاش درست باشه، یعنی بگه که مثلا پول گرفتن از خارجه خوب نیست، بسیار، ولی کسانی که این حرف ها رو میزنن خودشون باید الگو باشن، خودشون باید عمل کرده باشن به این مسائل. این در مورد کمک گرفتن از خارجی. آقای سلیمانی قهرمان ملی از دید من نیست. آقای سلیمانی اصلا خودش رو ملی نمیدونست، خودش رو ملی نمیدونست، خودش رو در اختیار ولایت فقیه میدونست. برای اینکه هلال شیعی رو از پاکستان تا لبنان ایجاد بکنه که آقای خامنه‌ای بر اون ولایت داشته باشه تلاش میکرد، فعالیت میکرد. این حرفا ابلهانه است از دید من. هر کس بزن. ما اگر با یک عده‌ای اختلاف داریم، من دشمن من دوست من نیست. من به کسانی که خودشون رفتارهای سالمی نداشتن و گفتارهاشون هم درست نیست، در مورد آقای سلیمانی اصلا درست نیست این حرف، من به اینها اصلا رفرانس نمیدم، برای که نه خود اونها رو آدم های درستی میدونم، نه تحلیل هاشون رو درست میدونم، و به نظر من اشتباس کسانی که میرن و پشت چنین حرف هایی اصطلاح سینه میزنن که فلانی این حرف رو زد. از دید من کاملا غلط در مورد آقای سلیمانی. اینکه از خارجه نباید کمک گرفت، بله، ولی این کسی باید این حرف رو بزنه که خودش در خانه‌ای که زندگی میکنه محصول هدیه شاه برای کودتای پدرش نباشه. یعنی در حقیقت همون قصه واعظ غیر متعظه، اینا بله. فقط بله. برای دیگران بلدن که صحبت بکنن. آقا بسیار ممنون و متشکر. من یه پرسش قایی نهایی دارم و با این پرسش از حضورت مرخص میشم، و اون وضعیت کرونا در فرانسه است، چجوریه و چی میبینید این صحنه رو؟ حالا خدمتتون عرض کنم که در فرانسه ما تقریبا وارد پیک شدیم و از 11 ماه می بنا شده به تدریج در بعضی از بخش‌های فرانسه قرنطینه برداشته بشه و مدرسه‌ها اکثراً بسته میمونه برای امسال، فقط کودکستان‌ها باز میشه و مدارس ابتدایی بقیه‌اش عملاً بسته است، دانشگاه‌ها کاملاً بسته است و در قسمت‌های دیگه کشور در بخش اداریش گفتن هر آنچه که میتوان به اصطلاح در خونه کار کرد از طریق کامپیوتر و غیره باید در خونه صورت بگیره. این وضعیتی است که وجود داره. این مسئله کرونا در فرانسه نشون داد که یا همبستگی کمه در سطح جهان که مسلمه کمه، و یا اینکه این کشورها استقلال ندارند. فرانسه، همسر من که رئیس بخش عفونی بیمارستان در شهر رنس فرانسه، در روزهای اول ماسک نداشتن، یعنی محلی که بیمارهای عفونی می اومدن، بیمارهای به اصطلاح کرونا می اومدن اونجا، رئیس بخش به اصطلاح ماسک نداشت، و این مسائل وجود داشت. بخشی از این مسائل داره حل میشه. اقتصاد فرانسه میگن منهای 6% خواهد رشدش و فشار عظیمی روی دولت هست، ولی فعلا حکومت فرانسه عملا تا اینجا بد عمل نکرده در این مورد و تونسته کمک‌های اولیه رو به قشرهای ضعیف بکنه، البته هزینه بسیار بالایی داره. در مورد کرونا و تلاش‌هایی که میشه،
تلاش های مختلفی میشه و الان در فرانسه تعداد کسانی که در ICU هستند هر روز کمتر از روز قبل میشه. با به 7000 نفر بودیم و الان زیر 4000 نفر هستش، یعنی از پیک خیلی اومده پایین و معتقد هستند تا 11 مه که قرنطینه برداشته میشه به حدود 2000 نفر خواهد رسید و خیالشون راحت میشه که مشکل ICU و کمبود ICU، تخت ICU نداشته باشن. اینها حدوداً در جاهای دیگه هم همینطوره. اگر میزان مرگ و میر رو در نظر بگیری، حدوداً در اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و انگلستان یک خط و ربط رو دنبال میکنه. منحنی‌هاشون رو نگاه بکنیم، حدوداً خیلی نزدیک به هم هستن. کمتر از امریکاست، امریکا شدتش بیشتره. اگر منحنی‌ها رو با هم مقایسه بکنیم، نه به خاطر جمعیت، من دارم راجع به شیب و شدتش میگم، در امریکا بیشتره. و ولی فعلا این احساس استرس وجود داره. برخی میگن که ممکنه یک پیک دومی به وجود بیاد و اصولا تا زمانی که واکسن این ویروس پیدا نشه و عمل نکنه این نگرانی باقی خواهد ماند. ولی اگر به آمار دقت کنیم میبینیم که 80% قربانیان کرونا در فرانسه حداقل بالای 70 سال سن دارند و اکثرا هم از کسانی هستند که احتمالاً بیماری های دیگه مثل قند یا قلب یا سرطان داشتن. تلاش های مختلفی میشه برای پیدا کردن داروها. یکی از اون تلاش ها رو همسر من کرده که باعث شد سازمان بهداشت فرانسه تغییر بده اون چیزی رو که در باره کورتون تهیه کرده بودن، یعنی میگفتن نباید داده بشه. سازمان بهداشت فرانسه وقتی دید که اثر خوبی داره این رو تغییر داده و الان 30 از بیمارستان‌های فرانسه پروتکلی که همسرم تهیه کرده رو به عمل گذاشتن و فکر کنم که نتایجش به زودی منتشر بشه، که اون نتایج که من دنبال می‌کنم به خاطر شخصی علاقه خیلی زیادی دارم، نشون میده که وقتی که بیمار از وارد مرحله‌ای میشه که مشکل تنفسی پیدا می‌کنه، این مشکل تنفسی ناشی از سیستم دفاعی بدن هست و نه ناشی از ویروس و باید سیستم دفاعی بدن رو آروم کرد و کورتون ها میتونن سیستم دفاعی بدن رو آروم بکنن و در اون صورت از میزان مرگ و میر و از میزان کسانی که ICU احتیاج پیدا میکنن کم میشه، چنانچه که مطالعه‌ای که همسرم انجام داده دکتر فیروزه بنی‌سر نشون میده که با دادن کورتون 50% مرگ و میر کمتر میشه و 60% از کسانی که به ICU میرن کمتر میشه، که این نتایج به زودی منتشر خواهند شد و من خوشحالم که میتونم با شما در اینجا مطرح کنم. بله، ما هم بسیار خوشحالیم و تبریک میگیم به سرکار بانو فیروزه بنی‌سر و همچنین ممنون از شما که مهر کردی و پذیرفتی در خدمتت باشیم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، همسر مهربانت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو دیگر. ممنون از حضور شما جناب دکتر. من خیلی از شما تشکر میکنم. شب و روز شما و همه هموطنان خوش باد. مرحمت شما زیاد. مرسی. به حال دوستان شنیدین فرمایشات آقای دکتر مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای رو. امیدوارم این صحبت‌ها نیست کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت هم استفاده بکنن، هم از مقالات، یادداشت‌های روزانه، کتابخانه، آخرین اخبار جهان، ویدیوهای برنامه های ویژه و آرشیف. هیچ سایتی این آرشیوی رو که ما اینجا آماده کردیم و میتونید ازش استفاده کنید تو نداره. اینو من به شما حتما گارانتی میکنم. بنابراین سایت میهن رو به دوستان معرفی کنم.
اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، کمکتون میکنه. خوبه، این چیز خوبیه، این تفاوت داره با اپلیکیشن های دیگه. مطلب بعدی این استش که بالاخره این لینک هایی که ما تو این شبکه های اجتماعی میذاریم، شما هم شبکه ها رو مشترک بشید تا این لینک ها زودتر به دستتون برسه. بعد لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. لایک کن که اون بالا بمونه، شیر کن که دوستانت هم ببینن. شما تصمیم نگیر راجبه دوستانت، بذار اونا خودشون تصمیم بگیرن. بعد هم بالاخره وضعیت مالی، فردا بیشتر تو برنامه خودم راجبی صحبت میکنم، در انتظار حضور همه شما خوبان هستم در برنامه میکروفون آزاد. همراه ما باشید. متشکرم.